لابد میدونید که مدتی احمدی نژاد به قول معروف علم طغیان بلند کرده. البته علم طغیان که میگم در درون نظام منظورمه. مثل بچه تخس و شرور خونه که وقتی چیزی رو که میخواد بهش نمیدن میزنه کاسه کوزه رو به هم میریزه و میشکنه. آخرین اقدام احمدی نژاد بعد از بن‌بست نشینی دار و دسته‌اش اینه که یک مصاحبه ویدیویی کرده و اون رو روی اینترنت گذاشته و خلاصه داره کاسه کوزه رژیم رو به هم میزنه و زیر عکس خمینی و خامنه ای جست منتقد به خودش میگیره و حرفاش به خصوص علیه قوه قضاییه و رئیس اون آخوند آملی لاریجانیه، چرا که دست گذاشتن روی دزدی های همباندی های احمدی نژاد مثل بقایی و جوانفکر و همینطور مشایی و سایر افراد. اگرچه احمدی نژاد در این مصاحبه هیچ چیز جدیدی که مردم بیشترش رو میدونن رو نکرده، اما به هر حال سود اینجور کاسه گوزه شکستن ها اینه که فضا برای مردم به جون اومده باز میکنه که مثلا غارت شده ها بیان خیابون و شعار بدن لاریجانی قاضیه با دزدا همبازیه. و از این زاویه فکر کنم که شنیدن قسمت هایی از این مصاحبه به زحمتش میارزه. قوه قضاییه اختیاراتش فوق‌العاده است، حتی اختیاراتش از رهبری بیشتره. تنها قوه است که هیچ نظارتی برش نیست، نظارت سیستماتیک. اقتدارش هم فوق تمام قوای قضایی دنیاست، یعنی در کل دنیا دادسراها، زندان، پزشکی قانونی، ثبت اسناد، اینا تو دولته. در کشور ما اینا هم تو قوه قضایی است. قدرت فوق‌العاده است. دادستان تهران تصمیم میگیره، قاضی هم باید حکم بده. از قبل میاد حکم اعلام میکنه. خیلی جالبه. اینجا اینطوری نیست. میاد راجع به افراد اظهار نظر میکنه، میگه این فاسد، این خراب، این دزد. خب تو اینو میگی، بعد همون قاضی هم همونو میده دیگه. رئیس قوه هم همین کارو میکنه. میاد راجع به کسی قضاوتو میکنه از قبل، بعد میده زیر مجموعش رسیدگی کنه. خب چی در میاد؟ اگه قاضی برسه به اینکه این بیگناهه، میتونه حکم بیگناهی بده؟ میگه آقا همه مردم ناراحتن از قوه قضاییه. میگن چون وقتی ما حکم صادر میکنیم یه طرف محکوم داره، پس یه طرف محکوم میشه ناراضی. خب کشورها دیگه قوه قضاییه ندارن، تو اونجاها به نفع دو طرف حکم میشه، چون قوه قضاییه اینقدر مورد انتقاد مردم نیست. خود زندان ها من شنیدم که مثلا زندان اوین هر بخشش در واقع در اختیار یک نهاده، یعنی اینکه خود اونجا هم بله متأسفانه یکی از تخلفات بزرگ قوه قضاییه اینه که اومده زندان‌ها رو در اختیار نهادهای امنیتی قرار داده. یعنی تو زندان می‌بینی این تیکه مال اطلاعات سپاه، این تیکه مال وزارت اطلاعات، این تیکه مال حفاظت اطلاعات خود قوه قضاییه است، یه تیکش هم دست سازمان زندان است. خود این یه معنای حقوقی داره ها، یه معنای تخلف بزرگ داره. شما زندانی می‌بینی تحویل این آقا، بعد از خودش سوال میکنی، بعد حرفش رو میذاری سند. آقا قوه قضاییه درست شده که از حقوق مردم در مقابل همین دستگاه ها حمایت کنه، نه اینکه مردم رو تحویل این دستگاه میدی بعد از خودش سوال میکنی که خوب رفتار کردی، اونم میگه بله من خیلی عالی رفتار کردم، هتل بوده، سویت بوده. اصلا انشالله مقامات قوه قضاییه خودشون 24 ساعت قسمتشون بشه برن تو این سویت ها زندگی کنن بدون خدم و حشما، مثل بقیه که میرن تا بفهمن چه خبره. این جرمه. مثل اون بنده خدا که تحویل دادن جنازه شو تحویل خانواده شده. یکی از تو وبلاگش یه چیزی نوشته بود، بعدشن بردن یه دونه 50 میلیون وثیقه صادر کردن، بعد تحویل ضابط دادن. ضابطم بود جنازه شو تحویل داد. من از مسئولین سازمان زندان ها شنیدم، گفتن آقا اصلا نمیذارن ما بریم اون تو ببینیم چه خبره. یعنی من سوال میکردم ازشون که آقا چه خبره این زندان ها، شما مسئول زندان ها؟ گفتن آقا راه نمیدن ما بریم اصلا اون تو که ببینیم چه خبره، آیا به وضعشون رسیدگی میشه نمیشه، چطوره فلان. مسئله مهمتر و عمیقتر از اینه که با دو تا کلمه که آقا دستگاه های دیگه پرونده میسازن تحویل ما میدن، یا اینکه دو طرف یه طرف ما همیشه محکوم داریم پس نارضایتی هست. مسئله بالاتر از این حرف. بعدم یه پوزیشن ضد فساد بگیرن به خودشون که بله چون ما داریم با فساد برخورد میکنیم اینطوری. شما با فساد برخورد میکنی؟
شما فساد کدوم فساد برخورد میکنه؟ به خدا اگر بخوام با فساد برخورد، اول به خود اینا باید برخورد کنه. اگه اینا جرمه منم میگم مردم، به خدا من بچه هم جاسوس نیستم، برادرام کارچاق کن نیستم، زمین خار نیستم، وارد کننده انحصاری دارو نیستم، خودم هم در اطراف قم زمین تصرف نکردم گاوداری درست کنم، پولم هم از پارو بالا نمیره، تابعیت بیگانه هم ندارم، بچه هم ندارم، برادرام هم ندارم. آبرو نذاشت در این آخری وقتی وکیل رو برمیداری شما محکوم میکنی، یعنی داری دست و بال طرف رو میبری، دادگاهش رو که غیرعلنی میکنی، وکلاش رو زندان میکنی، بعد خودتون تو فیلم میگیری به این میگی غیرعلنیه، فیلم میگیره که هر تیکش رو خواست به نفع خودش بعدم ببره پخش کنه. آبرو نذاشتن، به نظرم خیلی ضربه زدن به حیثیت جمهوری اسلامی با این کاری که کردن. کجای دنیا وکیل رو هم دارن محکوم میکنن؟ یکی با وزارت دفاع کنه. وقتی که با معاون رئیس جمهور که علی‌القاعده باید حساسیت داشته باشن، تمام قوانین رو دقیق رعایت کنن که بهشون ایراد نگیرن، اینطوری الخوار میگه بی خیال قانون میزنه میره، شما خدا به داد اون 17 میلیون پرونده برسید. بله، اینم از به هم زدن گنداب ولایت توسط رئیس جمهور سابق ولایت. اما اشکال کار اینه که هنوز فراموش نکردیم که خود همین احمدی نژاد اون وقتی که سر کار بود گفته بود هر کسی از قطار قدرت پیاده شده به منتقد وضع موجود تبدیل میشه. حالا باید از احمدی نژاد پرسید که این چیزایی که میگی توی همین چند سال اتفاق افتاده یا اون موقعی که خودت هم رئیس جمهور بودی وجود داشته؟ البته اون تلاش کرد به این سوال جواب بده، اما جز سفسطه چیزی برای گفتن نداشت. به هر حال بیان گوشه ای از افتضاحات نظام ولایت از زبان کسی که همین دوره پیش به مدت 8 سال رئیس جمهور همین نظام بوده یکی دیگه از نشانهای پوسیدگی و اضمحلال این رژیمه.